جنگ سرد میان سولاری و ایسکو. با سرپرستی سولاری تیم ریال مادرید دوباره در حال بهتر شدن است و مثل همه تیم ها که بعضی بازیکنان به خاطر نیمکت نشینی زیاد با سرمربی تیمش وارد جنجال های سرد و لفظی می شوند، از ریال مادرید همچنین خبرهای جنگ سرد میان سولاری سرمربی و ایسکو بازیکن هافبک تهاجمی این تیم سرخط خبرها شده است. برای معلومات کامل در مورد این جنجال تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. اگر در کانال ما جدید هستید لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید. سلام به شما خوبان، در یکی دیگری از ویدیوهای خبری ورزشی از کانال ورزش پلاس خوش آمدید. جنگ سرد میان ایسکو و سانتیاگو سالاری هر روز شدیدتر از دیروز می شود. بعد از انتشار پیامی توسط هافبک اسپانیایی در فضای مجازی برای ابراز نارضایتی از نیمکت نشینی هایش سانتیاگو سالاری سرمربی کهکشانی ها روز قبل در نشست خبری پیش از دربی ریال مادرید با اتلتیکو مادرید به او پاسخ داد. ایسکو روز گذشته در واکنش به یک پست منتشر شده توسط روبن دالارد بازیکن سابق ریال مادرید که به او درباره نیمکت نشینی اش هشدار داده بود از نداشتن فرصت های یکسان با دیگر بازیکنان تیم گلایه داشت، اما تاکید کرد که با تمام وجود به تمریناتش ادامه میدهد تا چانس بازگشت به ترکیب اصلی ریال مادرید را پیدا کند. سولاری در واکنش به پیام اخیر ایسکو چنین گفت: کسی در تمرینات امروز ریال مادرید مصدوم شد و احتمال دارد دربی را از دست بدهد. سولاری به خبرنگاران گفت وظیفه یک بازیکن حرفه‌ای این است که کار و تمرین کند و 100% در خدمت تیم باشد. وضعیت تیم ما خوب است و همه بازیکنان هم به خوبی کار میکنند. پس اولویت ما روبراه بودن وضعیت تیم است. سرمربی آرژانتینی کهکشانی ها راجع به این که آیا مطابق پیام ایسکو تمام بازیکنان ریال مادرید از فرصت های یکسان برای حضور در ترکیب تیم برخوردار نیستند عنوان کرد: فوتبال برای من در کار با تلاش و استعداد معنا می شود. شما باید در تمرینات با تمام توانتان تلاش کنید و وقتی که فرصت بازی به دست آوردید آماده باشید. سولاری درباره افت اخیر گریدل و بازگشت او به تیم پس از مصدومیتش و همچنین عدم آمادگی مارکو آسنسیو تاکید کرد. او گفت وضعیت هر دوی آنها رو به بهبودی است. عملکردشان پیشرفت می کنند و همه ما می دانیم که آنها چه خدماتی می توانند به تیم ارائه کنند. سولاری همچنان افزود ما خوشحالیم و آنها هر روز با رویکرد خوب در تمرینات و بازی ها حضور پیدا می کنند. تیم ریال مادرید نتوانست از ایسکو در دربی ریال مادرید بهره ببرد. هافبک حاشیه ساز این روزهای ریال مادرید در تمرینات روز جمعه شرکت کرد، اما ناگهان از ناحیه کمر دچار مشکل شد و تمرین را ترک کرد. مارکوس یورنته و لوکازیدان هم به خاطر آسیب دیدگی نتوانست مادرید را در بازی با اتلتیکو مادرید همراهی کند. چرا ایسکو این همه نیمکت نشین می شود؟ آیا جنجال های لفظی این بازیکن و سرمربیش ادامه خواهد یافت؟ نظریات خیش را در مورد این قضیه با ما در کامنت همین ویدیو شریک سازید. تشکر از این که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.